اگر شما فرضاً در حکومت داعش اگر به وکلا اجازه کار میدادن وکیل بودی و اونجا کسانی بودن که نقد میکردن حکومت داعش رو، اونجا هم راه حل عملیشون این بود که اینها با هم سازش بکنن دو طرف، یا اینکه میگفتید نه این حکومت اساسش نامشروعه و باید نه در داعش هم همین بحث میکردن باید ما دو تا اردوگاه بسیار مهم فکری داریم که این دو اردوگاه بسیار مهم فکری هر دو دقت کنید در تعریف فوکویی هر دو دارای قدرت هستند. نمیتوانیم قدرت اینها را انکار کنیم. قدرت هم یعنی چی؟ یعنی در عرصه اجتماعی، در عرصه فکری اینها بخشی از نیروهای اجتماعی رو در اختیار دارن. دو اردوگاه ما داریم، یک اردوگاه شریعت باوران، دو اردوگاه عرفگرایان یا عقلگرایان. تمام اتفاقاتی که در کشور ما تحقق پیدا کرده ناشی از جنگ این دو اردوگاهه. چرا جنگ؟ آقا نه، ما تونستیم در نظاممون بین شریعت و عرف جمع کنیم، خواست مردم، قانون، شورای نگهبان. نه آقا خبران میشیم، اصلا اینطوری نیست. الان ما در یک دعوای تاریخی هستیم که این دعوای تاریخی از 1290 که قانون اصول محاکمات جزایی نوشته شد تا امروزی که 1401 که الان میخوام قانون تصدیق کنن که کسی حرف نزنه بدون اینکه مسئولی نظر بدن، این جنگ الی یوم هذا در حال ادامه است. این شریعت گرایان ادعاشون اینه که آقا شما باید قواعد و قوانین رو الزاماً از شریعت بگیرید، از فقه استخراج کنید. میگن خب حالا همه چیز که در شریعت نیومده یه چیزایی هم خارج از شریعته. اینجا دوباره برای پاسخ به این دو گروه تولید میشن در میان شریعت گرایان. گروهی که قاطبه اساتید مبرز در حوزه های علمیه هستن، اینا میگن که آجون یه قسمتی رو شریعت بیان داره، یه قسمتی رو شریعت بیان نداره. اون جایی که شریعت بیان نداره براءت جریان پیدا میکنه، نمیدونم قراردادها جریان پیدا میکنن. من یه حیطه خط قرمزی رو دارم، یک حیطه هم دارم که این حیطه بازه، شما خودتون میتونید بیاید قرارداد کنید، جریان اصل براءت اباحت و امثال زاله. در میان شریعت باوران گروه دومی هم وجود داره، الانم در حوزه های علمیه بخصوص در سالهای اخیر خیلی عرضم به خدمت و ظهور و بروز پیدا کردن که نه خیلی خبران نیست که یه بخشی خدا یه بخشی غیر خدا، نه خیر، کلش برای خداست. میگن اونجا شما حرفی ندارید. میگه خب حرفی نداریم که نه اینکه حرف نداریم، حرف داریم اما استخراج نشده، هیچ رتب و یابسی نیست الا در کتاب مبینه. همه اینها رو باید از شریعت بهم خوده. الان شما ببینید در سالهای اخیر در حوزه‌های علمیه مفصل دروس نظام ساز، نظام مثلا فرهنگی، نظام معماری، نظام فلان. چرا؟ میگن اون قلمرویی هم که خالیه، اون قلمرو رو هم شما باید با شریعت پر کنید. اینطور نیست که خدا یه جایی رو گفته یه جایی رو نگفته، نه، خدا هر دو رو گفته. قسمت دوم رو که شما برداشت نکردید، این ناشی از ضعف شماست. شما چون ضعیفی، چون توان نداری، چون فقهتون فقه فردیه، فقه سنتیه، توان برداشت این بخش رو ندارید. این بخش هم توش خیلی مطالب هست. حالا دیگه نوع افرادیش میشه دیگه علوم اسلامی، همه علوم اسلامی بشن، ولی بقیهش نه، میگن دیگه در علوم انسانی که دیگه از این که حیات خلوت ما باید از اسلام در بیاد. سیاستتون، سیاست خارجیتون، سیاست فرهنگیتون، همه اینا از شریعت در بیاد.
خب این اردوگاه اوله، اردوگاه اول را بخواهیم یا نخواهیم در جامعه داره قدرت، در جامعه داره قدرت. بسیاری از مذهبی ها، بسیاری از متدینین، بسیاری از روحانی اعتقاد به این نگاه دارن دیگه، یعنی داره قدرت. در هر درگیری زمانی ایجاد میشه که هر یک از این دو جریان ادعای تمامیت خواهی کنن، یعنی ادعا کنن من و غیر من، نه بگن من ابو نمیپذیرم. اگر فلان جریان میخواد سهم پیدا کنه، نه خیر من به تو سهم نمیدم، ابزاراشون رو بهتون میگم، و هر دو جریان ماشاءالله ابزارهای خوبی هم دارن برای زدن طرف مقابل. مثلا اهل شریعت وقتی که میخوان در مورد طرف مقابل صحبت کنن، میگه آیات قرآن رو میارن، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک و ما و لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فماذا بعد الحق الا الضلال. آیات مختلف که اصلا غیر این رو شما بخواید بگید که گمراهیه، حلاکت مطلقه، خروج از ولایت الله و ورود در ولایت ابلیسه، و امثال ادبیات هایی که هر اردوگاه علل قاعده برای اینکه خودشو جاستیفای کنه، طرف مقابل رو تقطعه کنه استفاده میکنه. البته الان منور الفطره هم میگم اونا کم از این چیزا ندارن ها، اونا از این لیبلا و برچسبا الا ماشاءالله دارن. جریان دوم که اون هم داره قدرت انصاف هم و اساسا شروع مشروطه رو این جماعت کلید زدن و خب ایستادن در برابر اینکه قدرت رو بخوان محدود کنن، جریان عرفگرایان. شما بگید عرفگرایان یا بگید عقلگرایان، من با اصطلاحش خیلی مشکلی ندارن که حالا اصطلاح خاصی بکنن. اینها چی میگن؟ اینها میگن آقا جون شمایی که رفتید مجلس میخوایید تقنین کنید، شما هیچ التزامی به هیچ منبع پیشا تقنینی ندارید، شما بر اساس خواست عموم، اراده اجتماع، قرارداد اجتماعی، عقلانیت مدرن مصلحت‌سنجی میکنید، تقنین میکنید. آقا شریعت چی میگه؟ شریعت هم اگر آمد، شریعت هم اگر آمد تونست حد اکثر در نمایندگان مجلس ایجاد کنه، یعنی اکثریت متدینی، نمایندگان متدین فقهی میخوان، اونا قانون گذاری کنن. اما دیگه شما نمیتونید بگید که حتما باید این قانون شما التزام به این نسل شرعی داشته باشه. هیچ التزامی نداره. همه عالم قواعد و قراردادهای گذاشتن، اینجا هم قواعد و قراردادهای میذارن. مثل بقیه عالم که آمدن قانون گذاری کردن، ما هم قانون گذاری میکنیم. دو اردوگاه مقتدر و دو اردوگاه تمامیت خواه. این خیلی نکته مهمیه، تمامیت خواهه. یعنی اساساً میگوید تمام حق در نزد منه، به طرف مقابل هم اجازه ظهور و بروز نمیده. این دو اردوگاه مقتدر کلن در حال کشمکشن. ما 140 سال درگیر این داستانی ما خواه، حل هم نشده، دوباره هی میریم مثلا تا یه جایی میرسیم بکن یا الله شروع میشه، میرسیم تا موسی بن جعفر دوباره بکن یا الله، علی ابن موسی بکن یا الله. ببینید سیکل رو نگاه کنید، 1104 قانون مجازات نوشتیم، 1107 قانون مدنی نوشتیم، یه چند تاشو برداشتیم، چند تاشو اصلاح کردیم، 1113 آمدیم بخش اشخاص رو اضافه کردیم به قانون مدنی، کم کم شریعتی ها رو کم کردیم از قانون، چند تا دونه ماده قانون مجازات اون گوشه موشه ها از حدود بودن، یواشکی کم کم حذف کردن. انقلاب اسلامی، یا الله، همه اینها زبالدان تاریخ. ما قانون داریم، قانون اسلامه. اومدن دوباره همه رو گرفتن، قانون گذاری کن، بیار بیار فقه و بیار، یه فروعات رو برداشتن و بردن تو قانون.
همین الان شما برید توی حوزه اسلام دیگه، همش از اسلام میاد دیگه، مسخره بازی نداریم ما که. شما لیبرال های غربی کثیف بریم دانشگاه اونا نگاه کن، یه مش مونگول تاریخی اینا کجا شما آمدید؟ یعنی چی؟ این برای عرب هاست لیبل هایی که به هم میزنن دیگه. این به اون میگه تو یک امر تاریخی هستی که اصلا نمیدونی دنیای جدید چی میگه. اینم به اون میگه تو که ملحدی. نقطه اول اینه که این دو جریان حذف ناشدنی هستند در نظام فکری ایران. اینو قبول بکنیم اول که آقا این دو جریان در نظام، در این دولت ملتی که ما ساختیم حذف ناشدنی هستند. یعنی میان خواست مردم و کسانی که میگوین ملاک خواست مردمه و کسانی که میگوین ملاک احکام مستنبط از نصوصه، این دو جریان حذف ناشدنی هست. اصلا حقیقت دوالیسم ها اینه دوستان، دوالیسم ها، دوگانه ها حذف نمیشن، ضعف و قوت پیدا میکنن، غلبه پیدا میکنن، چیرگی پیدا میکنن، حذف که نمیشن. الان آمدید همه روحانیت رو حذف کردید از حکومت، فرض کنید فرض میکنیم انقلاب شد، روحانیت حذف میشه؟ حذف نمیشه. متشرعین حذف میشن؟ حذف نمیشن. اونا ابزارهایی دارن دیگه، دوباره یه جنگ دیگه شروع میشه، اون یکی میاد یه جنگ دیگه. الان روشنفکر از بین رفتن آقا، از بین نرفتن. شما دانشگاه همه رو اخراج کنید، از بین نمیرن، چون قدرت اجتماعی داره، چون تریبون داره، طرفدار داره، گوش داره، کسایی که میشنم و میشنم عمل میکنن. حالا شما بیه یه حذف کن، اینا الان اینا بصیرت رو یه ذره کاهش بده، اینا اخراج کن، خود اخراج کن. خب ما هم که جذب کردید زمانی بود که یک رو حذف کردید، ما رو جذب کردید دیگه. همینه دیگه. چرا من که نباید واقعیت رو انکار کنم که تمامیت خواهی رو باید کنار بذارم هر دو جریان. چرا؟ چون جریان اول، جریان شریعتگرا، میگه شریعت میگه خاص مردم، العوام کل انعام. این چیه خاص مردم؟ چه فرمودن اواخری بند خدایی؟ به حرف مردم توجه نکنید، به تکلیف عمل کنید. ای بابا خب مردم هم خوب یه نتوجه نکنید آقا، این که نشد که خوب نشد. جمهوری اصلا اصطلاح رو ببینید، این جمهوری اسلامی که آمد برای چی بود؟ این دوگانه رو میخواست جمع کنه یه جوری دیگه، یعنی خواست مردم، خواست شریعت. نمیتونیم بگه آه شریعت در خواست مردم، نه. بعد تا میگیم خواست مردم، میگه اگه همه مردم خواستن شراب بخورن چی؟ اگه همه مردم خواستن همجنسگرا باشن چی؟ اگه میخواستن همجنسگرا باشن چون جمع کنید برید دیگه. یعنی واقعا اگه همه مردم میرم خواستن همجنسگرا باشن میخواید باید حکومت کنید؟ نه واقعیت این سال مدمایی ها، برخلاف خیلی ها که زمانی التقاط فحش بود. به نظر من التقاط به تعبیر من فحش نیست، التقاط یعنی یافتن یک نقطه تعادل میان خواست مردم و خواست شریعت. این نقطه تعادل رو ما نیافتیم دوستان، از 57 تا الان نیافتیم، 1304 هم نیافتیم. از مشروطه یک تلاش هایی شد، انصافا اقدامات مرحوم ناینی یک تلاش هایی بود برای اینکه دو تا رو به هم نزدیک کنن. خب پروژه مرحوم ناینی به فرجام نرسید، هم نظرش شاید تکمیل نشد، عملا هم که خب منجر شد به یک دیکتاتوری که اصلا دیگه کسی ترم دیگه خورد نکرد برای مثال مرحوم آقای ناینی. حتما اگر در مقام جمع باشیم هم با عرفگرایان یه درصدی از خواستشون رو نمیرسند، هم شریعتگرایان نمیرسند. باید قبول کنیم آقا، چون ما دو تا اردوگاه داریم، دو تا قدرت هم داریم.
یه ذره شما باید کوتاه بیای، یه ذره شما باید کوتاه بیای، نقطه تعادل برسیم دیگه. و لا یقتل الوالد به ولده، چهار تا روا صحیحه داریم، یه روا در ایشان موثقه. پدر فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، شریعت میگه قصاص نمیشه، میگه قصاص مگه از من نگرفتی؟ قصاص نمیشه. جامعه میگه آقا یه بچه‌ش کشته یعنی چی آخه؟ حالا بچه کجا میگه حق پسرش میدونم کنم، دخترش فقط دخترش که نه دم دختر که نیست که، چه دختر چه پسر. آقا من میخوام بین این قضیه و بین مطالبه اجتماعی جمع کنم. دیدید شما اتفاقی که افتاد، سر زنشو برید و رفت و اونا بخشید و یه 8 سال 10 سال همه همه هنگ بودن. خب بله یه بخشی از شریعت بود، ولی چون شما چون درک درست نکردید خواسته اجتماعی رو، شد یه کاریکاتور. خواسته اجتماعی میگو پاسخ سنگین، این گفتن دیگه تهش 3 تا 10 سال نشته دارسته. شما همینجا میتونستی یک تعذیر 30 ساله قرار بدی، بعد بگی طرف قصاص نمیشه چون محضور شرعی داره، اما 30 سال حبس. ببینید خواست اجتماعی آروم میشه، گفت نه این خوب شد سرویسش کرده، این نه که تو خیابون بچرخه، این هم 8 سال و نیمه چند سال میره آزادی مشروط، فردا میاد تو خیابونا دور مشغول کار خودشون میشه. الا ماشاءالله مگر در دیه زن این کارو نکردن؟ رئیس اسبه قوه قضایی گفت آقا مازاد دیه زن تا دیه کامل رو بیت المال هبه کنه. مشکل میدونید کجاست؟ شریعت گرایان یعنی فقهایی که استنباط و حکم میکنن، استنباط و حکم که میکنن میگن این ما انزل اللهه، اینی که من رسیدم ما انزل الله. باشه محترم برای شما مقلدینه، ایشون هم میگه ما انزل اللهه، فقیه سوم میگه ما انزل اللهه، فقیه چهارم میگه ما انزل اللهه دیگه، بر اساس متد خاص استنباطی به حکم میرسن. آها الان در میان این فقه ها کدومش رو بر مردم جاری کنیم؟ اگر مردم اون رو خواستن اون یکی رو نخواستن خلاف ما انزل اللهه، نه از ما انزل اللهی عدول شد به ما انزل اللهی. من یکی از پتانسیل ها رو میگم در جمع بین این دوتا. بله یک جاهایی هم شریعت باوران مجبور میشن این مقدار کوتاه بیان، اگر تو متد خودشون مشکل اشکال نداره، هم عرف گرایان این مقدار کوتاه میان. ما به این نقطه تعادل در مرحله پیشا تقنیم نرسیدیم. حالا مشکل جامعه ما یه چیز دیگه هم هست، اون کسانی که قرار نماد عرف باشن که نماد مجلس باشن الان یه مدتیه که ساز خودشون رو میزنن. تا زمانی که این دوتا اردوگاه یعنی شریعت باوران برسن به این که من چه مقداری میتونم کوتاه بیام، تا میگیم کوتاه بیام یعنی از حکم خدا کوتاه بیایید، بابا دیگه ناموسیش نکنیم داستان رو دیگه. میخواییم توی این کشور تقنیم کنیم، زندگی کنیم. همین مردم مسلمان هم یه خواسته هایی دارن، شما نمیتونی اینو قفل کنی. الان ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه این درگیری های اجتماعی که ما داریم. مردم یه چیزی میخوان، قانون یه چیز دیگه میخواد. میگم ما وای میشه تو سر شما میزنیم، میخوام من یه قانون نمیخوام. میگه مگه دست خودته؟ تو باید بخوای. میگه من نمیخوامش. الان در غرب از 30 سال پیش از زمان رونالد دورکین اون فیلسوف انگلیسی بس همین بود که اگر آقا اگر یک قانونی رو نخواستن آیا نافرمانی مدنی سیویل دیس اوبیدینس آیا مشروعه؟ من یه قانون نمیخوام بپذیرم، آیا در با این قانون که نمیخوام بپذیرم میتونم در برابرش اقدامی بکنم؟ نافرمانی بکنم؟ تا اینجا بگیم نافرمانی، زود جلوی قانون با 3 واسطه حرب با امام زمان. بابا قانون اینطور نیستش که شما با 2 واسطه با 3 واسطه جنگ و چنان عقیدتی و ناموسی کنید که باید در حکم محاربه با امام حضرت حجه صلی الله علیه باشه. من عرضم اینه این دوتا اردوگاه تمامیت خواهم، جنگ ما همینجا، دوتاشون هم نمیخوام کوتاه بیام. امروز حجابه، فردا فضای مجازیه،
پس فردا نگه داشتن حیوان خانگیه، پس اون فردا پوششه، یه روز دیگه یه روز دیگه جامعه یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد، بکش بکش نمی تو سر بزن، یه تو سر میزن من پس کفن نشم اون دوباره. بابا این داستان نباید تموم بشه؟ یعنی واقعا از این طرف هم ماشاءالله تمامیت خواه از دو طرف هم شدن لیدرهای اصلی جریان، نه جریان سیاسی ها، جریان فکری. کتاب بنویسیم از ریشه فقه تمام شد، این تاریخیه، این دیگه باید رفت در کجا پیداش کرد. ما با اینا دیگه کار نداریم. اگر از تمامیت خواهی کوتاه نیامدن طرفه، این دعوا هست تا روز قیامت، چه آخوند حاکم باشه چه کرواتی حاکم باشه. شما فکر کردن کرواتی حاکم بشه مذهبی ها و روحانی ها همه میرن کروات میزنن؟ نه خیلی ابزار دارن دیگه، حالا جنگ شد تازه، حالا ما برای دفاع از اسلام حمله، کمان که عمرم همینطوره دیگه. بابا به یه نقطه تعادل باید برسیم، نتونستیم متاسفانه برسیم. ما مؤلفه ها و نهادها و سازمان هایی داریم که قانون موجود رو کل عدم میکنه، از لحاظ نظری عنصر مصلحت، از لحاظ نهادی نهادهای موازی بلکه برتر بر مجلس. شما همین ایام رو ببینید، یه ماده میذارن میگن 3 نفر به 7 نفر اختیار دادن که این 7 نفر هر چی گفتن تمام قوانین مغایر با این نسخ میشه. یعنی شما باید بری چند تا ماده تو قانون مدنی بتره کنی، چند تا ماده تو قانون جزا بتره کنی، یکی دو تا اصل قانون اساسی رو بتره کنی. یعنی چی تقنیم؟ این تقنیم نیست، این زیادش تقنیم نیست، داده میگن مصوبه، میگن یه مصوبه‌ای که مصوبه میتواند تمام قوانین رو نسخ کنه به صورت موقت. در رول آف لو یعنی چی؟ یعنی قاعده رو که گذاشتی هیچ کس این قاعده رو باید حضور کنه، همه باید تمام قاعده هم نکنه. اما حالا با موفقیت اگر اون دوردوگاه رو به نزدیکی رسوندیم، یه قانون تولید شد، بعد میگه الان مصلحت نیست. عنصر مصلحت میاد، چه اتفاقی میفته وقتی شما عنصر مصلحت رو وارد کردید؟ عنصر مصلحت که فقط تو مجموع تشخیص مصلحت نظام باقی نمیمونه، که عنصر مصلحت فقط تو دادگستری که باقی نمیمونه، که عنصر مصلحت میاد حتی برای ضابط، میاد برای پاسبان، میاد برای مدیر، همه اینها میان شروع میکنن به عدول از قانون. عنایت بفرمایید، منشأ اصلی این داستان خود حاکمیته. اگر حاکمیت آنجایی که حتی به ضرر خودش بود التزام به قانون پیدا کرد، اگر به ضرر خودم گفت قانون من از قانون کوتاه نمیام ولا به ضرر من باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت ثمرش این میشه که این قانونگرایی و قانونمندی در سرتاسر جامعه جریان پیدا میکنه. الان بخش عظیمی از شاید افرادی که در حاکمیت وجود دارن، اینا اصلا یا قانون که چیز دست و پاگیره. مهم اینه که شما به اهداف عالی اسلام بیاندیشید. ای بابا یعنی چی؟ این قانون برای اجرات یا برای اجرا نیست. ما عملا التزام به قانون رو به عنوان یک مسئله حل نشده در نظام حقوقی ایران داریم میبینیم. شما اتفاقات اخیر و بعضی از اراضی بنده رو ببینید، بعضی از امور از مسلمات آیین کیفریه، بعضی از امور از مسلمات قانون مجازات اسلامیه، قانونی که خود نظام اسلامی رو تولید کرده دیگه. اما میگه در این موقعیت نه، نهادهای خاص ایجاد میشه، یه یعنی مرتبه شورا یه مصوبه ای رو مثلا یه شورا یه جای میده میگن برسه بگیرید، یه خواهی چی الان؟ یعنی محرمانه است، یه خواهی ما چی کار کنیم؟ یعنی چی؟ توکل کنیم به خدا.
اصلا قانون برای چی اومده آقا؟ قانون اومده برای اینکه رفتار حاکمیت قانون پیشبینی باشه دیگه. قانون برای این اومده دیگه که رفتار تو برای قانون پیشبینی باشه، من بتونم زندگی کنم. الان هیچ یک از ما نمیتونیم پیشبینی داشته باشیم مثلا دایره. البته این باعث شد آدم توکلش بره بالا، توسلش بره بالا، هرز و خطومات اینو جدی دارم بهتون میگم. الان وکلایی که دارن کار میکنن توی مجتمع میرن بایت الکرسی میرن. چرا؟ چون ممکنه این به یک شعبه ارجاع بشه، نظرش ایکس باشه، اون ایگرگ باشه. قانون هم روشنه. میگن مرحوم آقای کشاورز رفته بود دادگاه، دیدی دختر خانم وکیلی پشت داره یکی از شعب داره قرآن یه دعای توسل داره قرآن چی میخونه؟ گفتو دخترم چیکار داری میکنه؟ گفتو دارم دعا میخونم. گفتو خب تو باید قانون بخونی، میری تو شعبه با قانون باید بحث کنی. گفتو من قانون بلدم، میرم تو شعبه اما دارم دعا میکنم اونی که تو شعبه از قانون رو بلد باشه. من که مشکلی ندارم که. ببینید وقتی که شما قانونتون مشخص نباشه به چه جایی میرسید؟ غیر قابل پیش میشه رفتارها. شما دلار دارید توی خونه، یک مرتبه اعلام میشه که دلار بی دلار، هر کی انقدر دلار داره قاچاقشیه. اعلام کنی بازم قاچاقشی هستی، توی این مدت باید بیاری. انقدر شما نمیدونی چه اتفاقی میفته. یه دولت اعلام میکنه که کارخونه شما ملیه. یعنی چی ملیه کارخونه من؟ این برای مردمه. میگه خب من کارخونه من ساختم. خب ملی شد دیگه. الان شما میخندید، برید قانونی که در تیرماه سال 1358 تصویب شد رو ببینید. هنوز نظام اقتصادی ایران درگیر اون اموال 51 بزرگ صنعتگران بزرگ کشوره. یه کارخونه فلان کارخونه فلان کارخونه اعلام میشه ملی. الان هم جالب بود در صحبت‌های اخیری که بعضی بزرگان نظام بیان کردن، دیدم که فرموده بودن که بله اون دولتی کردنی که در اوایل انقلاب بود اشتباه بود. یه سری کارخونه بود و بانک بود و اینا اون زمان، حالا ما که بچه بودیم ولی بزرگتران گفتن همه خوشحال بودن آقا دیگه مثلا بانک فلان ملی شد، خدا شد. تصورشون چی بود؟ تصورشون که افرده این پوله همه تو جیب ما. میخوام بگم غیر چون التزام به قانون وجود نداره رفتار میشه غیر قابل پیش بینی. چون رفتار غیر قابل پیش بینی میشه اساسا دیگه قانون نیست. به همین خاطر ما الان در کشور قانون داریم و نداریم، نظام حقوقی داریم و نداریم، قانونگرایی داریم و نداریم، خداوکیلی قانون داریم، اما نمیدونیم این قانون فردا هم هست یا فردا هم نیست. تا دیروز اموال دولتی یه چیز بود، الان یه مرتبه گفتن یه چیز ایران بوده، از مشروطه کنترل قدرت بس بوده. الان آقای دولت سلام علیکم، شما فیلترینگ کردید برات مهم بوده، بله امنیت جان خدا پدرت بیامرز، الان این همه ضرر خورد به اینایی که توی فضای مجازی بودن، وزیر ارتباطات میخواستن نیام. شما فکر کردین اتفاقی که در بعضی از کشورهای دیگه بزنی چکار میکردن؟ اقامه دعوا میکردن، پدر حق جدشون رو میوردن خسارت میدادن. تو این کار کردی فتوشو بده ببینم، میخواستید نرید، ما که گفته بودیم نرید. آقا یعنی چی قانون؟ یعنی چی؟ اصلا قانون اومده که قدرت حاکمیت رو محدود کنه، به حاکمیت بگه شما از جا نمیتونید عبور کنید. امنیت مهمه، بله دولت تو برای امنیت به من خسارت زدی، دست در مضطر بودی، بله این که اجماع فقها هاست که عمل اضطراری زمان آوره، تو زمان من هم بده دیگه. میگه نه من برای آینده ای تو اداره کردم. آقا شما برای آینده شما در نکنه، من الان ضرر دیدم دیگه. ببینید وقتی که شما قانون شد عدم التزام، اون وقت شهروندان چی میگن؟ شهروندان میگن وقتی طرف ما حاکمیت شد که بحث ما نداریم، بعد فقط خدا رو شکر کنید. میگه چرا کور شدی؟ میگه خدا شو زنده نمورد. در مرحله التزام و اجرا تلقی که حاکمیت به شهروندان میده اینه که آقا جون این قانون ها برای شهروندانه، اما تو نمیتونی به این قانون تمسک کنی و بری سراغ
حاکمیت. قانون آمد اول برای کنترل قدرت، در گام دوم روابط. در موقع شما در قانون اساسی همش دارید در چی صحبت میکنید؟ تکالیف حکومت و مردم، مردم و مردم که تو قانون اساسی بحث میکنید که چهار تا دونه ماده اصلی و اونور که مهم نیست. این سوال من اینه که با این ساختار شما امیدوار هستید که ما اصلاح بکنیم یا نه؟ اختیار بخش اول که با من نیست. نه امیدوارتون نه بخش اول نه نه من نه امیدوار نیستم نه امیدوار نیستم چون اصلا راه میانه ای که میان دو اردوگاه اول هست هر آدم متصور نیست. یعنی الان شما میرید دانشگاه اونجوری به فقه نگاه میکنه، میرید تو حوزه اینجوری به دانشگاه نگاه میکنه. هنوز دعوا اینه که ما اینجا رو امام صادق تأسیس کرده، اونجا رو رضا خان فروخته شده. بابا حالا چلا رضا خان درست کرده باشه، یکی دعوا سر مثلا اینا قضاوت از آن ما فلان، این با این نگاه میرن بعد قضاوت های ما دوباره دوگانه میشه، این به قانون التزام نداره اون داره. نه نه من خیلی خوشبین نیستم. اینقدر که تعصب باورانه رفتار کردن، این خشم رو ایجاد کردن که حالا طرف مقابل هم در پنجا این ساله اخیر رو میفرماییم؟ بله. آقا تو سال اخیر اینه، ولی میدونید این وری یا شریعت بار میگم ما یه بار کلا سرم بودم تو مشروطه، مشروطه رو گفتم ما رو انداختیم اینا دقیقه 90 همه چیز رو بردن دیگه، هیچی را نبودن دیگه. شما میدونید اون اصل تراز و امثال اینا اصلا انجام نشد اون زمان. یعنی در حقیقت یه بخوایم بگیم دعوا رو روشن فکرا با حذف روحانیت از قدرت شروع کردن در مشروطه. اینا هم گفتم باشه حالا صبر میکنیم نوبت ما میرسه، نوبت که رسید به اینها اینا شروع کردن. من میخوام بگم ادامه پیدا میکنه، حالا اونا دوباره میان سر کار یه اتفاق میفته دوباره چون این دوتا حذف ناشدنی هست. مشکل اینجاست، نقطه تعامل که این دوتا بگن آقا ما تمامیت خواهیمون یه ذره کم بیارید. الان شما تا کجا میتونی کوتاه بیایید؟ من تا کجا میتونم کوتاه بیام؟ شما نمیتونی جریان عظیم خاص عمومی، جریان عظیم عقل باوران و روشن فکران شما حذف کنید. شما با اینا چرا؟ چون داره قدرت اجتماعی هست، شما نمیتونی قدرت اجتماعی رو انکار کنید که در یه جاهایی نه اصلا قدرتشون به مراتب از شریعت باوران هم بیشتر میشه دیگه. شما هی بخوایی تحلیل بدی خاکمت خودت آسیب میبینه، چون که الان نشانهاش در بعض جایی دیده میشه. اگر بخوایم در نظر بگیریم شاید بیش از 70-80% مردم ایران امروز دیگه با اون معیارهایی که در سال 57 باش با اون تقنیم کردن و وضع کردن مخالفن. حالا ما چجوری بیایم بگیم که این دو گروه اقتدارگرا، یعنی من دارم اینو میگم شریعت گرایان اقتدارشون رو از دست دادن، این اقتدارشون شد قدرت دیگه، اون رسمیتش رو از دست داد، اون مشروعیتش رو از دست داد، به زور دارن اینها دارن. مشکلی من ندارم تو این قضیه. خب ما نمیتونیم به یک درآوری برسیم. بله دیگه نمیتونیم برسیم دیگه، زور آزمایی میشه دیگه. الان اونا غلبه پیدا میکنن، دخل قوانین رو میارن، بعد یه مدت اونا طرفدارش رو جمع میکنن، دوباره شروع میکنن. ببینید در اوج نه آقا در اوج سیطره پهلوی دوم کار تمام شده بود دیگه، هیچ آثاری از سنت در حاکمیت نبود، شریعت باوران در کنج رینگ بودن. اون موقع مقبولیت اشکال نداره، آمدن تومار اینو به هم پیچیدن با روشن فکرها و بقیه دست به یکی کردن، تو لحظه آخر هم اونا رو دور زدن، بدهیش مشروطه رو هم به اونا دادن، گفتن حالا نوبت ماست. این دوگانه باقی میمونه. بله محبوبیت کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه، این قدرت شماش بیشتر میشه اون قدرتش رو. شما فکر الان مثلا برفرض انقلاب اتفاق افتاد، قدرت از روحانیت و شریعت گرفته شد، بسیار خوب چی میشه؟ شریعت باوران حذف میشن، حوزه‌های علمی هست میشه، مرجعیت هست شو نه هست نمیشه، اینها داره قدرت اجتماعیت دوباره شروع میکنن به بازسازی قدرت معطوف به تلاش معطوف به قدرت برای اینکه قدرت رو بگیرن. دوباره میخوام بگم این سیکله غلطه، روحانیت باید برگرده به جایگاه خودش. شما الان نگاه کنید در روحانیت سنتی ما معتقدن که اصلا روحانیت نباید در سیاست دخالت بکنه. آقا 57 سنتی ترین روحانیون
فتواهاشون رو نگاه کنید. آقای خویی که اصلا آقای خویی فتوایی به وجوب داد به جمهوری اسلامی. ببینید آقای خویی، مرحوم آقای خویی فتوایی به وجوب داد 12 فروردین. مگه میشه آقای خویی فتوایی به مرحوم آقای خویی فتوایی به کفر محمد رضا شاه داره که امام نداره؟ اصلا اینطور نیست. من میخوام بگم این نوسانه مبانی فقهیشون سر جای خودشون، احترام جای خودشون. من میخوام بگم که دعوا فراتر از ایناست. اینا یارگیری میکنن، زورآزمایی میکنن، قدرت رو میگیرن. من میخوام بگم کم شدن طرفدار طبیعی هم هست. من این باجا همدلم ها، کم شدن طرفدار به معنای حذف این لنگه نیست. این دو لنگه میمونن، قدرتشون کم و زیاد میشه. قدرت کم و الان تمام تلاشه که این اونو حذف کنه، این اونو حذف کنه. این حذف ناشدنی اگر شریعت باورانی که الان قدرت رو دارن قبول کنن که خواست عمومی چیه، بقا پیدا میکنن. اگر قبول نکنن خواست عمومی خودش رو بر حاکمیت تحمیل میکنه چه بخواد. مثل داستان حجاب، الان در داستان حجاب چه اتفاقی افتاد؟ یه خواست عمومی شد، یه اصرار. ثمرش چی شد؟ درگیری. درگیری و ثمرش شد که الان این حجابه. گفت 75% از زنها و دختران ایرانی حجاب اسلامی رو رعایت نمیکنن. آمار مرکز پژوهش مجلس ها، من نیستم. 75% رعایت نمیکنن، 15% خیلی بد رعایت نمیکنن. خب یعنی پس یه خاصی وجود داره در جامعه، شما ایستادی در برابر این خواست. حالا آیا در فقه، در فقه پتانسیلی داری که شاخ تو شاخ اینها نشی، هی چوب تو سر مردم خودت نزنی؟ یا اینکه وجود نداره؟ دو تا چهار تا بود نظرش ما چیه؟ قطعا وجود داره. خود حجاب ضرورته، پس حجاب واجب شرعی مسلمه. ولی دعوای ما حجاب نیست، دعوای ما چوب حکومت تو سر زنانه. چوب حکومت تو سر زنان که تعذیرشون بکنیم، به چه مجوز شرعی میخوای تعذیر کنیم؟ به چه مجوز شرعی؟ هیچ دلیلی وجود نداره الا یا تمسک کنیم به اطلاقات نهی از منکر، یا تمسک کنیم که به نظرم متزلزله، یا تمسک کنیم به چی؟ به التعذیر، به ما التعذیر کل عمل محرم. التعذیر کل عمل محرم 3 قول میان فقها وجود داره. به طبق بعضی از مبانی تعذیر خانومی که حجاب شرعی رو رعایت نمیکنه جائز نیست، طبق بعضی از موارد لازم. دوتاش هم فقهه، دوتاش هم حجته، یکی استنباط داره یکی استنباط داره. خب شما میتونید تمسک کنید به اون فرد، خانم های گجا رای دفعه کتک نخورن. حالا حتما باید اونو بگیری که کتک بزنی. از فقه هم خارج نشدم، خواست مردم رعایت شد دیگه. میشد تمامیت خواهی، یعنی این که بگم این حکم خدا، از این حکم خدا کوتاه بیام دیگه تمومه. ببینید تمامیت خواهی رو، اون وقت این اتفاق نمیفته دیگه. اگر شما فرضاً در حکومت داعش اگر به وکلای اجازه کار میدادن وکیل بودی و اونجا کسانی بودن که نقد میکردن حکومت داعش رو، اونجا هم راه حل عملیتون این بود که اینها با هم سازش بکنن دو طرف، یا اینکه میگفتید نه این حکومت اساسش نامشروعه و باید مقابل؟ نه در داعش هم همین بحث میکردن، باید میدادن. ببین من خیلی انقلابی نیستم که بخوام انقلاب کنم، یکی رو بندازم یکی رو بیام سر کنم. من میخوام بگم امر موجود رو ما توصیف کنیم. در امر موجود دو تا اقتدار وجود داره، این دو تا اقتدار رو باید ببینیم چه جمع میشه. الان شما ما یه قاعده مشترک فقهی و عقلی داریم که آقا اگر به شما مورد تهاجم واقع شدی دفاع شما مشروعه. یعنی من فکر کنم این هم تو فقه هست هم تو عقل و عرف ما. وقتی شما حیات شما، جان شما و آزادی شما وقتی مورد تهاجم واقع میشه، من نمیدونم این کدوم شریعتی هست که با این مخالفت بکنه. این یه مبنای روشنه. حالا تو مصادیق میتونیم ما هم اختلاف داشته باشیم دیگه. ما اول اینو مبنا قرار بدیم که آقا این مشترک بین این دو تا، شما مگه دنبال راه حلی نبودید یکی اون کوتا بیاد یکی این بعد کوتا بیاد؟ خب این میشه مبنا. نه
مبنای دیگه، مبنای خارج، یعنی حق حیات منو شما... من شریعت برام تصمیم بگیره، من برام با اون شریعت حیاتم باش بحث بکنم. شریعت گرامی هم بله. خب من معلومه که وای میسام خودم دفاع میکنم به شما میگم. خب اینجا من مشروع هم که دفاع کنم، اون وقت اونم میگه شریعت اون هم میگه تو میتونی دفاع کنی، باشه دفاع کنم به زورم بیشه میکشتی. خب بکشی، من شهید حساب میشم. خیلی ماستا من میگم نباید به اونجا رسیده بشه. چه چیزی ما میتونیم مشترک قرار بدیم؟ مشترکش این میشه عزیزم، مشترکش این میشه اون وقت اگر دغدغه شد عدم اعدام، اون وقت میریم در شریعت نگاه میکنیم که چیکار کنیم اعدام کم بشه. اگر دغدغه شد اینه که جان انسانها رو کم در بگیریم در ایران، اون وقت میگیم آقا با توجه به فقهتون، همین فقهی که دارید، چیکار کنم اعدام کم بشه؟ اونجا ما اثبات کردیم از 63 تا عنوان اعدام از 52 تاش اعدام زدایی میشه. اعدام داریم کم کم میشه. ببین من میخوام بگم این که دو تا بیان با هم دیگه تعامل کنن به نقطه تعادل برسن، شما میگی آقا من روشن فکر در دغدغم حیات انسانه، آیه فقه شما بخوای با همین فقهی که داری یا با همین فقهی که داری میتونی اعدامو کم کنی، اون وقت به نقطه تعادل توی موضوع میرسیم و موضوعات دیگه. من میخوام بگم اساسا این گونه نیست. روشن فکران ما ایستادن گفتن راه راهی هست فقه، فقه رو حذفش کنید ما نجات پیدا میکنید. اونا هم گفتن هر چی روشن فکر را گفتن آورده ولایت ابلیسه. حقوق به تا میگم حقوق بشر، میگه حقوق بشر غربی. به همین خاطر نه این برای او حجته نه این. تا این دو جریان وارد گفتگو نشن، یه مقدار کوتاه نیان، آش همینه، کاسه همینه. اینه میگه میکشه، میگه چرا نداری میکشی، میگه حکم خدا. آن نیستش حکم خدا. به همه خواهد شما اساسا روشن فکران ما خیلی جادی اصلا با حاکمیت نمیتونن وارد دیالوگ بشن، چون ادبیاتشون متفاوت میشه. اینکه بعضی وقتا بنده و امثال بنده رو خود مبنای فقهی میگیم اینا اشتباهه، برای چیه؟ برای که آقا باور کنید میتوان دغدغه های حقوق بشری داشت، دغدغه های روشن فکری داشت، در عین حال بخشی از این دغدغه ها رو در فضای فقه پیش برد. من اصلا بحث نظری ندارم که این اندیشه این قوی تر از اونه، اون قوی تر از اینه. من میخوام بگم اینا دو تا جریان قدرتمند در حیات اجتماعی ایرانیان هست. این دو تا الان فقط دارن همدیگه رو میخوان ضرب فنی کنن، این اونو هول میده، این اونو هول میده، میشه داستان. این سال هاست این درگیریه، از ابتدای دهه 70 که روشنفکران بزرگی وارد این عرصه شدند و نهیب زدند به شریعت گرایان که این مسیر غلطه الهی و منحازا. یعنی اساسا اینا نمیخوان تقسیم کنن قدرت رو. بابا هر دو قدرتمندید، اصلا تردیدی نیست در این داستان. من میخوام من در پاسخ دوست عزیزم میاد گفتم که بیام استدلال کنم این استدلالش قوی تره یا اون قوی تره. اینا هستن به عنوان هستها و موجودها. الان ما با اینا چیکار کنیم؟ الان ایشون که میگن که نقلیا دیگه میرن، نقلیا تمام شد. در افغانستان نقلیا تمام شدن بعد از اینکه قدرت رسید به حقوق بشری ها و نظام مدر؟ نقلیا چیکار کردن تو افغانستان؟ رفتن خونهشون؟ چون اکثر جامعه بی سواد هست. نه آقا، دست به سلاح بردن، پدر صاحب بچه رو در بردن، انقدر زدن، کشتن که گرفتن. هر ببین قدرت آقا تا قدرت اجتماعی داره، تو نمیتونی طالبان رو حذف کنی. میره تو بیابونا وای میسته، بعد میاد میگه میکشتت. همونجوری ما توی ایران سپاه هم نمیتونیم حذف بشیم. آها آفرین، پس دنبال حذف نباید بود. دنبال چی باید بود؟ دنبال نقطه تعادله. آقا من تو رو میگه اسلام، ببینی اسلام مگه نمیگی؟ پس آقا دغدغه اسلام تو هم دارم. اینا دغدغه اسلام ها دنبال چیز دیگری هست. حالا دیگه ما رو با از دبر فز درگیرم. یه روایت صحیح مستند داریم در فروع کافی، آقایان در کتب فقهی همه هم بهش ملتزمن، فتوا میدن. روایت مشهور به صحیحه اهل کوفه. در صحیحه اهل کوفه اینو که نمیگن که، در روایت صحیحه اهل کوفه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در کوفه حکومت گرفت، ماه رمضان شد،
آمدن به امیرالمومنین گفتن که آقا امام جماعتی رو تعیین کن برای ما که بخوایم نماز تراویح بخونیم. تراویح. علی ابن ابی طالب گفت بدعت آقا، جمعش کنید. به محض اینکه حضرت نکرد، روایت میگه از جوانب اهل کوفه صدا بلند شد که وا سنت عمرا، علی داره سنت عمر رو میشکنه. انقدر سر صدا زیاد شد حضرت آقا بید نمازتون بخونید. یعنی علی ابن ابی طالب به خاطر خواست مردم بر بدعت در دین تمکین کرد، نه بر حرام خارجی، بر بدعت در دین. گفت برید تو مسجد کوفه وایستادن نماز میخوندن. علی ابن ابی طالب گفت بدعت ها. پس اگر میتونیم نشکار رو بر علی ابن ابی طالب کنیم سلام الله علیه، یعنی آقا اگر خواست مردم بر امری تحقق پیدا کرد، حاکم میتونه بزنه تو سرشون بگه من تکلیف الهی دارم که تو سر شما بزنم، ولی اینکه شما داری خطا میکنید. اصلا تا وقتی که نظام حفظ بشه، با قول من رو بیزه اسلام آسیب نبینه. تو الان خدا وکیلی چند شیبید مو و نمیدونم این که همه نظام خورده اونجا که نخورده. در نظر اسلام نیست، در نظر منفعتیه که برای اون افراد توی خواهد تو کار دست خودت میدی و دست ما فکر کنم تصمیمه دیگه.